نیاز هست که ما یک تغییر و تحولی در خودمون به وجود بیاریم، در ساختار علمی جامعه و معرفت و شناخت جامعه تلاشی داشته باشیم. الان ما میبینیم که در جامعه خودمون ما خیلی از افرادی داریم که واقعا بی سواد هستند، بیشتر جامعه ما بی سواد هست. اومدیم یک پزشک خوب ساختیم، یک مهندس خوب ساختیم، در اون تخصص خودش این آقا شاید بهترین باشه، اما در ساختار انسانیش یک انسانی کاملا بی سواد هست. در زندگی خانوادگیش صفره، در زندگی روابط اجتماعیش هیچ وجودی نداره، در روابط در حس همزیستی و بروز ارزش ها این جایگاهی رو نداره، فقط در یک بعد بسیار کوچیکی از ابعاد انسانی ما این رو گرفتیم و رشدش داشتیم، رشد دادیم و زایعش کردیم. دقیقا مثال این افرادی که ما به جامعه دادیم همون مثالی هست که مولانا در مثنوی میاره که مجموعی از کوران رو آوردن و داخل یک جایی که یک فیلی بود که آقا فیل رو اینا ندیده بودن، فیل رو ندیده بودن، آقا فیل رو تعریف کن. هر یکی از این افراد رو میفرستادن، این هم دست میزد، اونی که دستش به خرطوم فیل میرسید بعد میومد میگفت که آقا فیل شلنگی، اونی که دستش به عاج فیل میرسید میومد میگفت که فیل عصاست، اونی که دستش به مثلا پاهای فیل میرسید میومد میگفت فیل ستون مسجده، اونی که دستش به گوش فیل میرسید میومد میگفت که فیل پنکه است. هر کسی یه جزئی از زندگی رو میدید، یه جزئی از زندگی رو لمس میکرد، فکر میکرد که این همه زندگی است، همه حکایت این هست، در حالی که زندگی یک فیل کامل هست، یک پکیج کامل هست که همه اینها جزئی از ساختار این زندگی است.